درود به شما شنوندگان عزیز، شما به رادیوی جهانی پارس گوش می دهید. در این قسمت برنامه خلقت تازه پخش خواهد شد. شما می توانید در طول پخش این برنامه از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. منتظر پیشنهادات و نظرات شما هستیم. آنانی را که قوم من نبودند، قوم خود خواهم خواند و او را که دوست نداشتم، محبوبه خود و جایی که به ایشان گفته شد که شما قوم من نیستید، در آنجا پسران خدای حی خوانده خواهند شد. خواهران و دوستان و هموطنان عزیزم، سلام گرم دوستارتون سارا را بپذیرید. این یکی از اون آیه های باور نکردنیه و هر وقت که این آیه رو میخونم سرم دود میکشه. آخه چطور میشه اون خدای حی و یکتا با اون قدرت و جلال و عظمتش، من بنده خاکی گناهکار از خود راضی رو انقدر دوست داشته باشه و بخواد من رو به خاطر محبتی که نسبت به من داره، با اینکه میدونه من یک بنده لجباز و کل شق و احمقی هستم، میخواد به من نزدیک بشه؟ ما در این جامعه‌ای که زندگی میکنیم یک چنین چیزی رو نخواهیم دید. اگر کسی برای کسی کاری انجام میده، در مقابلش از اون شخص یه چیزی میخواد. زندگی ما درست مثل تجارته. با وقاحت پشت سر یکدیگه بد میگیم و دائما هم در حال تهدید کردن یکدیگه هستیم. من فلان کار رو برای او انجام دادم، در زمانی که من احتیاج به کمک داشتم او اصلا برای خودش نیاورد. پس اگرم یک زمانی احتیاج به چیزی داشته باشه، به روی خودم نخواهم آورد. این عکس العمل ما افراده، ولی عکس العمل پدر آسمانی نیست. او میگه اونایی رو که قوم من نبودن، قوم خودم خواهم خواند. در اون زمان یهودیان خودشون رو برتر از هر کسی میدونستن و اشتباهشون هم همین بود. فکر میکردن چون برگزیده پدر آسمانی هستن میتونن دست به هر کاری بزنن و کارهای بد اونا به پاشون نوشته نخواهد شد و اون اشخاصی رو که یهودی نبودن قبول نداشتن. ولی پدر آسمانی گفته اون اشخاص رو من قوم خودم صدا میزنم، با اینکه کار بدی هم اگر کرده باشن من اونا رو عاشقانه دوست خواهم داشت. عیسی این محبت رو، این عشق واقعی رو به همه ما نشون داده. در زمانی که عیسی رو محکوم کردن، پیلاتوس رومی دستور داد تا با شلاق سربی عیسی رو تازیانه بزنن و او رو کتک زدن. یهودیان از پیلاتوس رومی خواستند که او رو بر روی صلیب بکشن. سربازان صلیب رو بر روی دوشهای او گذاشتن و از شهر بیرون بردن به محلی که اون رو کاسه سر می‌خواندن و دو جنایتکار دیگه بودند و در اونجا هر سر رو میخکوب کردند. عیسی در وسط اون دو جنایتکار بود. در چنین حالی عیسی فرمود ای پدر، این مردم رو ببخش چون نمیدونن که چی کار دارن میکنن. سران قوم یهود ایستاده و به اون میخندیدن و مسخره کنان میگفتن برای دیگران معجزات زیادی انجام داد، حال اگر واقعا مسیح برگزیده خداست خودش را نجات بده. یکی از اون دو جنایتکار با مسخره به عیسی گفت اگر تو مسیح هستی چرا خودت و ما رو نجات نمیدی؟ اما اون دیگری او رو سرزنش کرد و گفت حتی در حال مرگم از خدا نمیترسی؟ ما حقمونه که بمیریم چون گناهکاریم، ولی مرگ حق او نیست چون او گناهی نکرده. و به عیسی گفت ای عیسی، وقتی ملکوت خدا را آغاز کردی مرا هم به یاد بیاور.
عیسی در جواب گفت: خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود. واقعا یک چنین شخصی در جهان پیدا نخواهد شد که اشخاصی که او رو واقعا زجر داده بودن اونا رو ببخشه. ما انسان‌ها انتقامجو و انتقامگیر هستیم، ولی با همه اینا باز هم عیسی ما رو دوست داره، از ما حمایت میکنه، با اینکه ما میدونیم که او برای گناهان ما مصلوب شد. این رو میگن عشق بی‌نهایت، عشق خدایی. عیسی برای اشخاصی که به او ایمان دارن دعا کرده، پدر آسمانیش رو به اونا معرفی کرده. با کلمات پدر آسمانی اون اشخاص آشنایی پیدا کردن و برای اون اشخاص دعا میکنه، از اشخاص ایماندار نگهداری و اونا رو محافظت میکنه و او میخواد که ما ایماندارانش دائما در تماس با او باشن. او خواسته های ایماندارانش رو به درگاه پدر آسمانیش میبره. او شفاعت اونا رو نزد پدرش میکنه و برای اونها مکانی در آسمان تهیه دیده و اون محبتی رو که نسبت به ما داره مافوق مغز بشره. این رو عشق واقعی و عمیق میگن. جالب اینجاست که عیسی در مقابل این کارهایی که برای ما کرده و میکنه توقع چیزی از ما نداره و پولس رسول فرموده: پس هیچ قصاص نیست برای آنانی که در مسیح عیسی هستند، زیرا یقین میدانم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده، نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. منظور پولس در اینجا اینه که کسی که در مسیح باشه و به او ایمان پیدا کنه در امن و امان زندگی خواهد کرد. هیچ کس قدرت و جرأت این رو نداره که اون شخص رو اذیت کنه و یا صدمه بزنه. پدر آسمانی نسبت به فرزندانش محبت داره، چون وجود او پر از محبته. او در زمانی که ما رو خلق کرد مسئولیت ما رو هم به عهده گرفت و به ما وعده و قول داد که از ما نگهداری و محافظت کنه، به شرطی که به طرف او بریم، از او درخواست کنیم و اگرم هر چقدر بد و گناهکار باشیم از او طلب مغفرت کنیم، او بلافاصله با اون بخشش و محبتی که داره گناهان ما رو میبخشه. گروهی از صدوقیان دور هم جمع شده بودن. یکی از اونا که فقیه بود خواست عیسی رو امتحان کنه و سوال کرد: ای استاد، کدام حکم در شریعت بزرگتر است؟ عیسی در جواب گفت: اینکه خداوند خدای خود را به همه دل، تمامی نفس، تمامی فکر خود محبت نما. این است حکم اول و اعظم و دوم مثل آن است، یعنی همسایه خود را مثل خود محبت نما. بدین دو حکم تمام تورات و صحف انبیا متعلق است. خواهران من، به عیسی ایمان بیارین و بگذارین که با برکتش و محبتش شما رو سیراب کنه. خب عزیزان من، امیدوارم که روز خوب و پربرکتی رو در پیش داشته باشید. تا برنامه آینده شما رو به دست خدا می سپارم و خدا نگهدار. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار میکنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. خوشحال میشویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتان را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.
زیر فانی عیسی را هم گویید شکر کنی، عیسی را هم گویید شکر کنی. از آسمان نزول فرموده عیسی، بر خود گرفته گناه ما. از آسمان نزول فرموده عیسی، بر خود گرفته گناه ما. قیام کرده عیسی ناجی این دنیا، امید و شادی ما خدا. قیام کرده عیسی ناجی این دنیا، امید و شادی ما خدا. افسردگان، دل شکستگان، آزاد سازید خود را زین جهان، آزاد سازید خود را زین جهان. از آسمان نزول فرموده عیسی، بر خود گرفته گناهان ما. از آسمان نزول فرموده عیسی، بر خود گرفته گناه ما. قیام کرده عیسی ناجی این دنیا، امید و شادی ما خدا. قیام کرده عیسی ناجی این دنیا، امید و شادی ما خدا. نجات یافتگان با فرشتگان، متبارک خوانید عیسی را، متبارک خوانید عیسی را. از آسمان نزول فرموده عیسی، بر خود گرفته